آستان مقدس امام کاظم و امام جواد علیهما السلام از حضور بیش از 600 موکب در خدمت رسانی به زائران در ایام شهادت امام جواد علیه السلام خبر داد. در همین راستا سعد الحجیه، معاون دبیر کل آستان مقدس امام کاظم و امام جواد علیهما السلام، ضمن اعلام این خبر گفت خدمت رسانی به زائران از 3 روز پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. او ادامه داد تعداد دقیق این موکب ها 628 موکب بوده که در نقاط مختلف اطراف حرم مطهر مستقر شده بودند و به توزیع آب و غذا می پرداختند. وی همچنین افزود زائران از شهرهای مختلف عراق و نیز از دیگر کشورهای جهان برای زیارت حرم مطهر امام کاظم و امام جواد علیهما السلام و نیز شرکت در مراسم شهادت امام جواد علیه السلام در این ایام راهی شهر مقدس کاظمین شدند. سازمان اطلاعات و تحقیقات وابسته به وزارت کشور عراق از دستگیری والی داعش در تل عفر خبر داد. مرکز اطلاع رسانی امنیتی ارتش عراق اعلام کرد که یگانهای سازمان اطلاعات با رصد دقیق توانستند در یک عملیات امنیتی که در استان بغداد انجام شد تروریست موسوم به والی تل عفر را دستگیر کنند. بر اساس این گزارش اسناد حاکی از آن است که متهم در نبردهای آزادسازی استان نینوا در تروریست ترین موقعیت فعالیت می کرد و همچنین در بخشی موسوم به امنیت بخش الهدیده نیز فعال بود. سازمان اطلاعات و تحقیقات وابسته به وزارت کشور عراق تأکید کرد متهم که با رعایت مفاد ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم تحت تعقیب است به مراجع ذی‌صلاح بازپرسی معرفی شد. مقام‌های عراق از کتیبه سنگی که اخیراً توسط ایتالیا به این کشور بازگردانده شد رونمایی کردند. به نقل از خبرگزاری فرانسه، همچنان که مقام‌های عراق تلاش می‌کنند آثار تاریخی غارت شده از این کشور جنگ زده را پس بگیرند، دولت این کشور روز یکشنبه از کتیبه سنگی 2800 ساله‌ای رونمایی کرد که چندی پیش توسط ایتالیا بازگردانده شد. این کتیبه که متن‌های آن به خط میخی نوشته شده است، دارای نشان شهمنصر سوم پادشاه آشوری است که در فاصله 823 تا 858 پیش از میلاد در منطقه نمرود واقع در عراق امروزی حکومت می‌کرد. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرد که علی‌رغم افزایش تولید جهانی ذرت، شیر یا گوشت در سال 2023، واردات مواد غذایی برای فقیرترین کشورها به دلیل ادامه قیمت‌های بالا کاهش خواهد یافت. فاو در گزارش 6 ماه خود درباره چشم‌انداز رشد اعلام کرد در حالی که کشورهای با درآمد بالا به افزایش واردات خود ادامه می‌دهند، انتظار می‌رود واردات غذا از سوی 47 کشور کمتر توسعه یافته که عمدتاً در آفریقا واقع شدند در سال جاری 0.5% کاهش یابد. البته این میزان کاهش در کشورهای در حال توسعه که وارد کننده عمده محصولات غذایی هستند مانند تونس، مصر یا پاکستان و ترکیه به حدود 5% میرسد. البته در حالی که در زمان حاضر قیمت روغن یا غلات که به خاطر جنگ اوکراین در سال 2022 افزایش یافته بود کاهش یافته، اما هنوز بالاست و قیمت میوه ها، سبزیجات یا محصولات لبنی همچنان در حال افزایش هستند که باعث کاهش تقاضا به ویژه در کشورهای فقیرتر شدند. این در حالی است که انتظار می رود در سال جاری تولید گندم در جهان به خاطر برداشت کمتر در روسیه و استرالیا 3% کاهش یابد. مسلمانان روهینگیا همچنان در معرض سرکوب و ظلم دولت نظامی میانمار قرار دارند و آوارگان روهینگیایی هم در بنگلادش شرایط بسیار دردناک و فاجعه باری دارند. در همین رابطه یک پژوهشگر میانماری
که بنابر دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود گفت اینکه مسلمانان روهینگیا دوست دارند به کشور خودشان برگردند به شرطی که تضمینی وجود داشته باشد که از یک زندگی عادی و امن و آرام همانند دیگر قشرهای مردم میانمار برخوردار باشند. به همین سبب آنها همچنان مطمئن نیستند که در صورت بازگشت به کشورشان دولت میانمار حقوقشان را به آنها برگردانده و سرکوب آنها دست بردارد و دیگر آنها را مورد آزار و اذیت قرار ندهد. به خاطر نشان کرد وظیفه نهادها و سازمانهای بین المللی این است که با فشار بر دولت میانمار از آن برای جلوگیری از نقض حقوق مسلمانان روهینگیا تضمین و تعهد بگیرند. به افزود کشورهای بزرگی مانند ایران، ترکیه، اندونزی، مالزی، پاکستان، مصر و عربستان و دیگر کشورها می توانند در این زمینه نقش آفرینی کنند و مثلا هیئت عالی رتبه‌ای از مقامات این کشورها به میانمار سفر کنند و دولت این کشور را برای رعایت کردن حقوق مسلمانان روهینگیا و اجتناب از نقض آن متقاعد کنند. معترضان تونسی با برگزاری تظاهراتی همبستگی خود با زندانیان سیاسی در پرونده توطئه علیه امنیت کشور را اعلام کردند. به نقل از سایت عربی 21، معترضان از جمله رهبران جبهه ملی رهایی، جنبش النهضه و حزب جمهوری و حقوقدانهای تونسی ضمن حمله تصاویر بازداشت شدگان سیاسی در پرونده توطئه علیه امنیت کشور شعارهای از جمله آزادی آزادی و برو ای شکست خورده در اشاره به قیس سعید رئیس جمهوری تونس سر دادند. معترضان همچنین خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. احمد نجیب الشابی رئیس جبهه رهایی ملی تونس گفت بازداشت شدگان در معرض ظلم بزرگی هستند و از چند ماه پیش با اتهامات نادرست در زندان به سر میبرند. ما به اقدامات خود تا زمان آزادی تمام زندانیان ادامه خواهیم داد. حضور ما در این تجمع برای اعلام همبستگی با آنهاست. وی در واکنش به تصمیم منع رسانه‌ها از انتشار اخباری درباره پرونده توطئه علیه امنیت کشور گفت این یکی از تصمیمات عجیب دنیا و اقدامی باطل است و امکان ندارد که اجرا شود که چرا که آزادگان به آزادی بیان پایبند هستند. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته و زخمی شدن 13 تن از نیروهای ارتش سوریه در انفجاری در شمال شرق حمص خبر داد. به نقل از سایت نشره، دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در انفجار بمبی که یک اتوبوس نظامی در نزدیکی ایست الجابریه در جاده حمص سلبیه در شمال شرق حمص را هدف قرار داد، 3 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. حال تعدادی از زخمی شدگان وخیم است. طالبان در حالی فروش بلیت بازدید از مکان تاریخی را آغاز کرده که بیشتر آثار تاریخی آن را تخریب کرده است. به گزارش انشد اوریجنز، طالبان برای رونق دادن به اقتصاد افغانستان اکنون برای بازدید از آثار باستانی که در سال 2001 تخریب کرده بود، بلیت می فروشد. بر اساس گزارشی که اخیراً در واشنگتن پست منتشر شده است، برنامه گردشگری افغانستان شامل بازدید از یک جفت مجسمه عظیم و سنگی بودایی می شود که در سال 2001 تخریب شدند. بر اساس گزارش اسلیت، طالبان در مدت 2 روز با شلیک به این مجسمه ها آنها را تخریب کرد، اما در حال حاضر این فرصت برای مردم فراهم شده که بلیط هایی را برای بازدید از تندیس های بودا در بامیان به قیمت 57 سنت برای افغانستانی ها و 3.5 دلار برای خارجی ها در نظر گرفته است. روزنامه گاردین سال گذشته نیز در گزارش اعلام کرد که طالبان در فاصله چند متری صخره ای که مجسمه های بودای بامیان را در خود جای داده است، کار ساخت و ساز یک مجتمع گردشگری را آغاز کرده که باستانشناسان و کارشناسان هشدار دادند میتواند آسیب دائمی به این محوطه ثبت شده در فهرست میراث جهانی وارد کند.